ریاست کل قوا، فرمان جنگ، فرمان عفو عمومی، این جور چیزا ما نمیتونیم دست رئیس جمهور بدیم. در رأس اون مجلس چهره ای و شخصیتی مثل حضرت آیت الله العظما منتظری حفظه الله. اگر قیام این مردم مسلمان نبود، شما فرزنداراتون تو زندون محمد رضا میپوسیدید، نمک به حروما. من میخوام تجلیل و تقدیر فراوان خودم را از حضرت آیت الله منتظری قائم مقام عزیز رهبری. اگه بنا بشه که برای اینکه سر کار بیمونیم پا رو ارزش‌های دینی و اسلامی بذاریم، اون وقت فرق بین ما و محمد رضا پهلوی چی خواهد؟ الله الله در انتخاب اصحاب خود. مسئله جنگ واقعش این است که او اولی که انقلاب شد ما شعارهایی تندم دادیم، بعضی ها گفتم که آقا ما نمیتونیم دور کشورمون دیوار بکشیم، بالاخره میخواییم با کشورهای همسایه روابط داشته باشیم. ایشون فرمود نه خیر، ما میخواییم دور کشورمون دیوار بکشیم. و هر چه بدبختی ما مسلمان‌ها داریم، یا از سلاطین جور و ظلم است یا از اون روحانیین وابسته به دربارها که توضیح کننده کارهای اونها هستند. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکارا تو تاریخ میمونید. از جلسه های بسیار تلخ روزگار ما بود. حکومت مردم باید باشه، مردم خودشون کشور رو اداره کنن، ولی فقط یه متحد اعلان، اینم شرط اعلان باشه. مرجعیت که یه مرجعیت که شما نیستی در شان مرجعیت، اصلا ولایت فقیه خودم ما گفتیم، ما اعلان کردیم، حالا من کدیم در ولایت فقیه چون تو بیت چه؟ اظهار نظری شده، اظهار نظر مخالفی هم بوده، خیلی از علما و شخصیت ها با اون اظهار نظر مخالفت کردند. راهپیمایی هم گسترده شد که رهبر معظم فرمودند دیگه متوقف بشه و متوقف بشه. حالا ما دو نفر توی خونه با خانواده، بس دخترها و پسرها من روزا میان سرم میزنم، دران نه هنوز نمیتونن صحبت هست که میگن میخوان رفع حصر بکنن. این جمهوری اسلامی نیست فرازه. من هم دیگه از نگذشته من میخوام مرز تقریب باشم، من میخوام رهبر کشور، من یه پیر مرز از کار افتاده دیدم نمیرم. بسید یعنی بسید در راه خدا، نه بسید در راه شیطان. هر کار گفتم بکن. زدن مردم به چه مجوزیه؟ هر کس که منو قبول نداره باید کتک بخوره. نمیتونم؟